أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق به نام خداوند جان آفرین حکیم سخن بر زبان آفرین و به نام خدایی که به انسان علم و دانش آموخت. در این نشست سوالات را پیرامون موضوعات اساسی و مهم در ارتباط با معارف کشور و چگونگی سوادآموزی بر نسل‌های آینده ای سرزمین از مهمان ویژه برنامه خود داریم که در لابلای برنامه شما را در جریان سوالات قرار داده و معلوماتی که از جانبشان ارائه میشه به حضور شما بینندگان خوب پیشکش خواهد شد. در ابتدا از مهمان ویژه برنامه خود تقاضا میکنیم که لطف نموده خود را معرفی کنند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شوانمل خیرالدین هستم، کارمند وزارت معارف. بسیار خوب، اولین سوال ما در ارتباط به تعریف کوتاه از سواد بنیادی، سواد بنیادی اساساً چیست که در ارتباط به می سوال میشه معلومات و توضیحات خود را ارائه بکنیم؟ تشکر از پرسش شما، واقعاً پرسش ارزشمند است. در مقاطع مختلف از زمان به سواد تعریف بسیار زیادی صورت گرفته. یکی از تعریفی که اخیراً معتبر است عبارت از تعریفی است، میگه شخصی که قابلیت نوشتن، قابلیت خواندن و قابلیت حساب کردن و همچنان استفاده از تکنولوژی معاصر یا کامپیوتر را داشته باشه، او را ما باسواد میگیم. بنابراین فاکتورهای خواندن، نوشتن، حساب کردن و استفاده از کامپیوتر را میتونیم بگوییم که یک تعریف خوبی از سواد است. بسیار خوب، تشکر از شما جناب استاد. سوال دوم ما است که مهارت‌های اولی سواد چیست و چرا برای موفقیت آینده کودکان در سطح مکتب و زندگیشان مهم است؟ مهارت گفتین، مهارت شیوه هست یا فعالیت‌هایی است که معلم به خاطر انجام درس خود در پیش روی صنف در مقابل شاگردا از او کار میگیرد. مهارت های اساسی سواد خیلی زیاد است، ولی شما از اساس و پایه یادآوری کردین. میتود هایی که یا مهارت هایی که به خاطر شاگردان پایه از او استفاده می شود باید بیشتر میتود هایی باشد که عملی باشد، چون شاگردان از میتودهای عملی نسبت به میتودهای لکچر بهتر آموزش کسب میکنه. باید در آموزش پایه از میتود انتقال تدریجی، از میتودهای لمسی، از میتودهای عملی، از میتودهای نمایش استفاده گردد و همچنان زیاد میتودهای دیگه هم هست که شاگردان هم میتونه که دی بخش با سواد به بار بیاورد. بسیار زیاد تشکر. هدف اصلی اصول الفبا چیست؟ هدف اصلی اصول الفبا عبارت از این است که میگه هر وقت ما شکل حرف را با صدای حرف ارتباط بدیم میشه اصول الفبا. صدا و شکل حرف رابطه بسیار مهمی دارد. اگر ما صدای حرف را با شاگردان بیاموزانیم ولی از شکل او به شاگردان چیزی یاد ندهیم، بنابراین ما سواد را به شاگردان انتقال ندادیم. ارتباط مستقیم میان با سواد شدن شاگردا عبارت از شکل و صدای حرف می باشد. فرض مثال اگر ما صداها را به شاگردان یاد بدیم ولی شکلش یاد ندهیم، به این معنی است که ما شاگرد را فقط سخن گفتن یاد دادیم، ما به اونا سواد نوشتن را انتقال ندادیم. و سوال بعدی از شما میپرسم جناب استاد که لطف بکنین بگوین
برخی از مراحل رشد سواد اطفال از زمان نوزادی تا به سن مکتب میشه برای بینندگان خوب ما توضیح بدید؟ متخصصین تعلیم و تربیه هم میگویند اطفال الا 3 سالگی النا مقلد بسیار خوبی هستند. جامعه که یا خانواده هایی که در اوج افراد باسواد بیشتر باشند، بالخصوص در یک خانواده، این تاثیر بسیار مستقیمی بر رشد طفل داره. یعنی ما باید الا 3 سالگی هم اطفال خود در مجالسی که بزرگان شتگی می باشند شریک بسازیم، در امون لحظه هم اونا تقلید میکنن، اونها یاد میگیرن. تحقیقات صورت گرفته میگه فامیلی که باسواد باشند و بحث های علمی و آموزشی میکنن، ذخیره لغات اطفال از اونا به مراتب بیشتر از اطفالی هست که پدر و مادرشون بیسواد هستند. بناهن خانواده های ما باید در این مقطع زمانی برای اطفال خود توجه داشته باشند، آنها را وقت بدهند. جناب استاد، میشه لطف کنین توضیح بدین که والدین و کسایی که اینا مسئولیت مراقبت از اطفال دارن، اینا چه نقش مهمی را در پرورش و رشد بنیادی و اساسی سواد فرزندان خود ایفا کرده میدانند؟ بسیار عالی. ما شما یک مقوله را شنیدیم، میگن اولین مکتب اطفال خانواده است و اولین معلم برای اطفال پدر و مادر است یا والدین است. بناهن تعلیم و تربیه، آموزش و پرورش در آوان کودکی در خانه آغاز می شود. بنیاد اینیمی مرحله باید از خانواده آغاز شود. شما از مراقبت یادآوری کردین. مراقبت اطفال باید از هر لحاظ صورت بگیرد. خانواده یا سرپرستان باید به اطفال ما لباس مهیا بسازن، غذا مهیا بسازن، پوشاک منظم برشان بتن، کتاب کتابچه و قلم برشان مهیا بسازن، در کار خانگی بایشان همکاری بکنن. بناهن نقش والدین در این بخش بسیار زیاد مهم است. تا اینکه اطفال با مکتب میره، اینا مسئولیت پذیر بار بیارن. بسیار تشکر جناب استاد. میشه که برای بینندگان خوب ما در ارتباط به این که چرا خواندن با صدای بلند برای کودکان از سنین بسیار پایین یک تمرین حیاتی تلقی میشه و ای که والدین چگونه میتونن که امی بلند خواندن بخشی از زندگی اطفالشان بسازند؟ تشکر از شما، سوال بسیار خوبی بود. ببینین اطفال ما وقتی در سینه کوچکی و آوان کودکی میباشه، آنها اکثرا میخواهند بشنوند، میخواهند که کنجکاو به بار بیاورند، کوشش میکنند که نقل کنند، کوشش میکنند که از ما بشنوند. بناهن مشتاق هزی است اطفال ما که یک چیزی باید بشنوند. ما شما شاید تجربه کرده باشین، ما در کلانای ما اکثرا به اطفال چی میگفتن؟ قصه میگفتن، چون ذوق شاگردها در اون زمان کودکی شنیدن است. سوال دیگری است که چه تأثیری داره بر روند رشد کودک محیطی که درش کتاب است، محیطی که درش مواد مهم درسی است، محیطی که در آنجا خلاصه وسایل و ابزار برای پیشرفت سطح سواد اطفال است، اینی تو یک محیط چه تأثیر بر رشد اطفال داره؟ کتاب یک وسیله یا ما بگیم ابزار است به خاطر باسواد کردن و باسواد شدن اطفال ما. اگر کتاب درسی در اختیار شاگرد نباشه، ما هیچ وقت توقع داشته نمیتونیم که شاگرد ما باسواد شود. و محیطی که در اوج کتاب باشد، محیطی که در اون محیط شاگردا چشمش به او میخورد و از او استفاده کرده میتوانند، شاگردان اون محیط به خود دلچسب فکر میکنند، اون محیط به خود باسوادتر فکر میکنند و امین راهی است که شاگردان ما با آموزش و پرورش تشویق می شود. بسیار خوب، تشکر. استاد گرامی، سوال دیگه که متوجه شما میشه که برای بینندگان خوب ما توضیح بدین، برخی از چالش هایی که اطفال با او روبرو هستن و این چالش ها معمولا در هنگام رشد مهارت های سواد بنیادی و اساسی که برای آینده اطفال مهم تلقی میشه، اطفال با اینی چالش ها روبرو میشه، از نظر شما این چالش ها و مشکلات چیست
که اگر برای بینندگان ما توضیح بدید. تشکر. جامعه ما یک جامعه است که ما نمیتونیم او را بگوییم که جامعه درجه یک در بخش معرف میآید. جامعه ما هنوز هم بسیار زیاد نیاز به آموزش و پرورش بالخصوص در بخش پایه یا اطفال ضرورت دارد. مشکلات یادآوری کردیم، چالش ها یادآوری کردیم. بزرگترین چالش نبود معلمین مسلکی برای اصول صنفی است. همچنان نبود کتب نصاب درسی در بعضی از مکاتب دیده شده. همچنان محیط آموزشی مناسب ما نمیبینیم برای اطفال خود. نبود ارتباط والدین با شورای مکتب، بالخصوص با مدیر مکتب، با سرمعلم مکتب، با معلم شاگردان، این هم یک چالش بزرگی است. نمیتونیم با یک دو کلمه ای را خلاصه بسازیم. بنابراین مشکلات خیلی زیادی وجود دارد. به خاطر از اینکه ما مشکلات از بین برده باشیم، باید فامیل و مکتب همه دست به هم داده متوجه اطفال باشند. بسیار زیاد تشکر. چگونه والدین کار بکنند که بین تکنولوژی معاصر و بین سواد پای اطفال تعادل حفظ بکنند از دید شما؟ تشکر، سوال بسیار خوبی بود. والدین نقش مهم و اساسی دارند. ما در بعضی خانواده ها شاهد هستیم که اطفال از اونا بالخصوص با استفاده از وسایل جدید تکنولوژی متاسفانه برنامه خوبی را استفاده نمی کنند. برنامه های را استفاده می کنند که وقت کش هست. برنامه های را استفاده می کنند که به درد شاگردان نمی خورند. آیندهشان خراب می سازد. در این مورد باید والدین به شاگردان تقسیم اوقات جور بکنند. تقسیم اوقات طوری عیار بسازد که وقت مخصوصی به خاطر استفاده از وسایل تکنولوژی، هدف ما از کامپیوتر و لپتاپ و تلویزیون است. اگر تلویزیون هم برشان چالان میکنه، باید براز اونا برنامه های آموزشی در اختیار قرار بده تا در آینده به دردشان بخورن، نه ای که برنامه های مبتذل اونا ببینن. چگونه به دید شما من حیث یک کارشناس کار صورت بگیره که در دروس و محتویات درس به شکل اساسی و به شکل درست در ذهن شاگرد نوارد که به زبان عموم صنفی ها و معلمشان صحبت نمیتانه وارد شود؟ تشکر. تدریس بالخصوص به اطفال بسیار یک کار مشکل و کار اساسی است. معلم باید از مهارت های بسیار کارا و مهم استفاده بکنه تا اطفالشان به درستی درس بیاموزند، نه ای که متوجه بعضی نکته های منفی شوند. استاد ما باید تکنیک ها و روش های آموزش اجتماعی عاطفی را یاد داشته باشند تا آنها بتانه که همچون صنف چند زبانه را کنترل کرده بتانه و به درستی دویجا تدریس بکنه. استاد باید صنفی را ایجاد بکنه که ما او را اسم صنف درمانی میدیم، تا اونجا که شاگرد در صنف داخل میشه احساس راحتی بکنه، احساس آرامش بکنه، احساس خوشحالی بکنه، برادر پشتون ما برادر ازبک برادر بخونه، شاگرد ازبک شاگرد دری زبان برادر و رفیق خود دانسته و روحیه دری صنف ایجاد شوه که شاگردان ما بتانه یک دیگر خود مانند همصنفی نه بلکه مانند برادر و اعضای خانواده دانسته و برنامه ارزشمند آموزش را به پیش ببرم. بسیار زیاد تشکر. سوالی است که آیا منابع اجتماعی و همچنان برنامه های مفید در دسترس هستند که با استفاده از اون برنامه ها و با استفاده از اون منابع اجتماعی والدین و کسانی که در مراقبت اطفال نقش دارند، اینا در جهت ترویج سواد پایه و اساسی اطفال با استفاده از او برنامه ها نقش خوبی ایفا بکنند؟ در عصر کنونی رسانه های تصویری و رسانه های صوتی، تلویزیون ها هدفم است،
اینا همه نقش بسیار اساسی و مهمی را در بخش ازی دارن که شاگردای ما را کمک کنند و آنها را به سمت باسواد شدن سوق بدهند. در بخش اصول صنفی در کتب درسی ما فعالیت های خوبی را داریم، مثلا مواد مهمه درسی حتی به ملای امام در اختیار ملای امام هم میتونه قرار بگیره تا آنها هم از استفاده کرده در منبر و در مساجد از او یادآوری کرده و جامعه و اطفال خود به او سوق بدن. همچنان والدین نقش اساسی داره. وقتی ما کتاب مواد مهمه درسی رو به شاگردان میدیم، اینا خانه میبرند، حتی یا توصیه میشه که ایره به برادر کلانتان، به همشیرگک کلانتان ایره بخوانین، مطالعه بکنین و خلاصی قصه، خلاصی داستان رو با اونا شریک بسازین و اونها رو هم تشویق بکنین تا اونها با شما ایره بخوانند. بنابراین اجتماع خیلی زیاد اثرات مثبت میتون داشته در بخش آموزش اطفال اصول صنفی. طوری که میدانید برای پیمایش هر چیز یک شاخص بالاخره وجود داره. برای پیمایش ای که چی نشانه ها و یا چی چیزهایی را ما به عنوان پیمایش در نظر بگیریم، ما بدانیم که در اطفال خصوصا در زمینه سواد پایشان پیشرفت و توسعه چشمگیر صورت گیره. در صنوف ابتدایی معلمین ما کتاب های ارزیابی دوامدار دارند، از او استفاده می کنند. کتاب های ارزیابی تکوینی تمام فعالیت های شاگردان را ثبت می کنند و در اوج تمام ریکارد از اونها موجود می باشد که آنها در صنف کدام فعالیت ها را به درستی انجام داده، در کدام بخش ها نیاز به کمک دارند. یک وسیله بعدی کتاب دایری، کتابی هست که اید دسترس خانواده ها هم قرار میگیره. معلم وقتی میبینه که شاگردش خوب میدرخشه، در کتاب دایری یک تشویق آمیز به والدینشان پیام نوشته میکنه و یک کتاب به والدینشان نشان میده شاگردا که معلم مرا تشویق نمود، معلم مرا آفرینی داد و یا معلم با در کتاب بر ما پیام نوشته کرده، پدر مادر شما را بخونید. وقتی اونا میبینن بنابراین آگاه میشن که چطور شاگردشان پیشرفتی داشته یا نداشته. اگر خدای نخواسته شاگردان ما نیاز به همکاری، نیاز به ازی داره که بهبود در بخش آموزش و پرورش بهبود بیابند، او هم در کتاب دایری نوشته میشه و شریک میشه با والدین. همچنان شوراهای ما داریم که از او طریق هم والدین آگاه میشه از پیشرفت اطفال خود، که اطفالشان پیشرفتی داشته یا نیاز به اصلاحات آموزشی دارند. بسیار زیاد تشکر. سوال بعدی است که مربیگری چیست و چگونه انجام میشه؟ تشکر. مربیگری در خلاصه، ما مربیگری را همکاری میگیم. همکاری با همتا. یعنی وقتی ما شما اسم از مربیگری میگیم، مربیگری نظارت، ارزیابی و تفتش نیست. مربیگری فعالیت دو جانبه بین دو استاد، دو معلم می باشه. یک استاد می خواهد که در بخش انکشاف مسلکی و معلم دیگر کمک کنند. به همین اساس مربیگری به وجود آمده و این به دو طریق صورت می گیره. یک مربیگری به شکل انفرادی است، یک مربیگری به شکل گروهی است. مربیگری انفرادی بین دو همتا، دو معلم در یک مکتب صورت می گیره. یک معلم از معلم دیگر همکاری میخواد و میگه که بفرمایید دست ما یک تشریف بیارین استاد محترم، نکات قوت و نکات قابل اصلاح مرا یادداشت بگیرین و این به شکل انفرادی صورت میگیره. مربیگری گروهی باز میان حلقات آموزشی معلمین انجام میشه که این ارتباط میگیره به کتاب ارزیابی مداوم شاگردان که بالای نتایج ام کتاب ها فیصله ها، تصامیم و اصلاحات صورت میگیره. بسیار زیاد تشکر. جناب استاد، میشه که در این قسمت برای بینندگان خوب ما شما توضیح بدین و بگوین که یافته هایتان را در طول دوران تحقیقاتی که در زمینه معارف انجام دادین و یا تجربیات شخصیتان را که
که این تجربیات و این تحقیقات شما تأثیر بلند مدت برای رشد سواد پایه در اطفال و کودکان تأثیر داشته باشه برای بینندگان شریک بسازید، خوشحال میشیم. تشکر از شما محترم. تجربیات شخصی خیلی زیادی وجود داره، اما نمیتونیم او را بیس علمی و اساسی بتیم چون به اساس تحقیقات عملی انجام نشده. یک تحقیقی که انجام داده شده است، او تحقیق اگره است. در تحقیق اگره که از شاگردان صنف اول و سوم صورت گرفت، در نتیجه طور برداشت شد که سطح سواد در کشور بسیار پایان است. بناهن نیاز به این است که ما و شما به خاطر بهبودی وضعیت تعلیم و تربیه پایه اطفال یک نظر داشته باشیم. بناهن وزارت معارف این تحقیق ارزشمند دانسته کوشش کرد که در بخش خوانش اطفال کتاب و نصاب و مواد مومد درسی و دیگه فعالیت هایی را بگنجاند که خوشبختانه بسیار یک نصاب خوب کارای بخاطر اطفال به میان آمد که کوشش می شود که اطفال با استفاده از این مهارت ها و میتود ها و از این نصاب با سواد ببار بیاید. سوال بعدی است که به دید شما چگونه میتونیم که تنها کودکان را به خواندن و به اشتراک در مکاتب نه، بلکه به ایجاد عشق و علاقه هم کار بکنیم؟ یعنی که درس با یک عشق و علاقه بخوانند و به مکتب هم میرن با دلهره و با پریشانی و با بدون انگیزه نروند، بلکه با انگیزه و با عشق برند. همین تو فضا را چگونه میشه ایجاد کرد؟ تشکر استاد. قبلا ادعار شدم که نصاب جدید به اساس اصول 5-2 عیار شده. اطفال ما شما اکثرا دروسی را خوش داره که او دروس به شکل بازی برشان تدریس شوه، یا فعالیت هایی را دوست دارن که او فعالیت ها شکل عملی را داشته باشن، فعالیت هایی را دوست دارن که همه در او سهم بگیرن. مثلا فعالیتی که من انجام میدهم، ما انجام میدهیم و شما انجام میدهید، یکی از مهارت ها و فعالیت ها و میتود ها و روش هایی است که در بخش اصول صنفی از کار گرفته شده است و بسیار یک میتود دلچسب است. استاد میتونه از این میتود با استفاده از این میتود شاگردان با تعلیم و تربیه بسیار خوبی ساخت بده. مهارت ها و سکل های بیشتر از این در بخش آموزش اجتماعی عاطفی هم آورده شده است که به استاد یاد میده که استاد محترم ما چطور صنف را یک صنف فعال، یک صنف کارا و یک صنف ایجاد کنه که در اوجه همه شاگردها فعال باشند و همه شاگردها در درس رول داشته باشند. و سوال بعدی که اگر یک نتیجه گیری کلی داشته باشیم، شما در مورد اهمیت و مهم بودن سواد بنیادی یا سواد پایه در بین اطفال و کودکان کدام نظری یا توصیه خاصی برای والدین و برای کسایی که مراقبت از اطفال دارن یا خیر لطف کنین؟ تشکر. مسئولیت های والدین و مسئولیت های معلم بسیار ارزشمند است در قبال آموزش شاگردان پایه. با والدین توصیه می نماییم تا اطفالشان را طوری تربیه نمایند که زندگی آیندهشان را به خود هدفمند تعیین بکنند. بسیار زیاد تشکر. آخرین سوالی که از شما مطرح میشه، جناب استاد اندر گرامی، بینندگان عزیز ما و کسایی که برنامه را مستفید میشن، از کجا میتونن منابع و اطلاعاتی که اینا در ترویج سواد پایه و اساسی برای اطفال کمک میکنه این اطلاعات را به دست بیارن؟ نیاز اطفال چی است؟ نیاز اطفال در قبال والدین که برش خوراک، پوشاک، البسه تیار بکنه و کتاب کتابچه برشان آماده بسازه و تا آنها را به شکل منظم
و مکتب روان بکنن، نظافتشان رو مد نظر بگیره، تغذیهش نمایند. همچنان معلم هم وظیفه خاص خود داره که به اطفال خود تعلیم و تربیه یاد بده، نه تنهایی که تعلیم بلکه تربیه را هم انتقال بده. بسیار زیاد تشکر جناب استاد خیرالدین اندر که در مصاحبه با ما اشتراک کردین. یک جهان سپاس از شما و امتنان. ضمناً از تمام شما بینندگان عزیز بابت حوصله‌مندیتان و تماشای برنامه سپاسگزاری و امتنان می نماییم. الله مددگار شما.